بریم قسمت بعدی. میگه چند مسیر به طول چهار از آ به بی وجود دارد به طوری که از ای و دی بگذرن. آها، اونایی که فرمول حفظ میکنن دیگه از اینجا بعد دچار مشکل میشن، چون شرط میذاره، ولی ما میبینیم به راحتی چون مفهوم مسیر رو فهمیدیم میتونیم اینا رو حل کنیم. نگاه کنیم، گفته چند تا مسیر به طول چهار از آ به بی وجود داره به طوری که از ای و دی بگذره. یه مسیر به طول چهار میکشم، چرا؟ چون گرافم کامله. گفته آ و بی، خب خوش به حالم، مبدا مقصد داده، آ و بی رو از اینجا شوت میکنم میره. گفته از ای و دی بگذره، پس توی مسیر تو باید از ای و دی بگذری، پس من ای و دی رو میذارم اینجا، جاش فعلا مهم نیست، ای و دی هم اینجا شوت میکنم میره. فقط یه دونه ایسکاست که برام مجهول مونده، اون یه دونه رو از از اون رأسایی که باقی مونده انتخاب میکنم. میگم انتخاب یک از سه، مثلا جی رو میذارم اینجا، حالا زب در جایگشت ایسکاها میکنم. ایسکاها هم چند تا هست؟ سه تا. زب در سه فاکتوریال میکنم. خیلی از شما ممکنه تو ذهنتون این باشه، چرا تو قبلی ها فقط علامت سوالا رو میومدیم جایگشت حساب میکنیم، اینجا یه دونه علامت سوال داده بعد یه فاکتوریال بگیم؟ نه خیر، من تو قسمت قبلی هم جایگشت ایسکاها رو میگفتم. ببین این قسمت اول با این قسمت دوم هیچ ربطی به هم نداره. قسمت اول تعداد علامت سوال ها رو انتخاب میکنی، قسمت دوم جایگشت ایسکاها تو. خب من نگاه میکنم، این که مبدا، این که مقصده، اینا ایسکاهای بین راهی منن، چند تا؟ سه تا، پس میشه سه فاکتوریال. بریم قسمت بعدی. میگه چند مسیر به طول چهار از آ به بی وجود دارد به طوری که شامل یال ایدی باشد. آه، این با قبلیه چه فرق؟ قبلی گفته از ای و دی بگذره، اینجا گفته شامل یال ایدی باشه، یعنی تو مسیرت از ایدی که میگذری قشنگ از ای و دی، قبلی گفته ای و دی باشه. مثلا یه مسیر میتونه چی باشه؟ اینجا نگاه کنیم، قبلی گفته از ای و دی بگذره دیگه، از این دوتا بگذره. تو میتونی از آ بیای ای، بعد بیای اف، بعد بیای دی، بعد بری بی. من از ای و دی گذشتم ولی از یال ای دی نگذاشتم توی این مسیرم. نگاه کن، از آ اومدم ای، اف، دی، بی، از یال ای دی نگذاشتم. برای اینکه تو مسیرم یال ای دی داشته باشم باید ای و دی کنار هم باشن. ببین یعنی چی؟ من مسیر به طول چهار میکشم، اول مبدا و مقصد آ و بی، شوت میکنم میره، ای و دی رو میذارم اینجا، حالا ای و دی همیشه باید کنار هم باشن. اگر ای و دی فاصله بینشون بیفته دیگه یال درست نمیکنه. یال باید این دوتا دقیقا دو سر یه یال باشن، حالا یا ای و دی یا دی و ای. پس یه نخ میندازم دورشون، ای و دی من اونجا حذف میکنم که ای و دی همیشه اینجا باشه. یه علامت سوال هم میذارم اینجا. حالا میشه انتخاب یک از سه، یعنی یه دونه علامت سوال از اون سه تایی که باقی مونده، ضرب داره جایگشت اینا رو میخوای حساب کنی. من میخوام ای و دی همیشه کنار هم باشن که یال ای دی درست کنن. خب برای اینکه همیشه کنار هم باشن یه نخ میبندم دورشون، انگاری الان یه دونه اینه، یه دونه اینه، یه دونه این، یه دونه این، میشه چقدر؟ دو فاکتوریل. توی نخ هم خودش یه جایگشت داره، چی؟ دو فاکتوریل. پس دو تا دو فاکتوریل میسم. بازم تاکید میکنم توی آنالیز ترکیب به اندازه کافی در مورد اینا صحبت کردم، دیگه اینجا زیاد زمان نمیذاریم. پس میشه دو فاکتوریل در دو فاکتوریل جایگشت این است. یه دونه علامت سوال و این نخ زرد رو جایگشت میکنم، یه بارم توی نخو. بریم قسمت بعدی. چند مسیر به طول 4 از آ به بی وجود دارد به طوری که از ای و دی بگذرد و از اف نگذره. ببین توی این مثال قشنگ تمام حالت‌ها رو بررسی کردیم. تو قسمت الفش مسیر به طول 4 آ و بی بگذره، به آ و بی رو نداده بودم، یعنی مبدا مقصد ندادم. بعدی مبدا مقصد دادم، شرط برای ایسکاها گذاشتم. بعدی مبدا مقصد دادم، شرطی که برای ایسکاها گذاشتم که ایسکاها هم کنار هم باشه، یعنی شامل یال ایدی باشه. دوباره مبدا مقصد دادم، شرط برای ایسکاها هم گذاشتم. نگاه کن، مسیر به طول 4 آ و بی، شوت می‌کنم میره، ای و دی باشن، شوت می‌کنم میره. گفته اف هم نباشه، خب اف هم میزنم میره. گفته اف نباشه دیگه، پس اف هم میزنم میره. یه علامت سوال مونده، این یه دونه رو بعد از چی انتخاب کنم؟ از این دوتا میشه انتخاب یک از دو. ضرب در چی کنم؟ ضرب در یک فاکتوریه؟ نه خیلی، ضرب در سه فاکتوریال، ضرب در جایگشت ایسکاهات که میشه چند؟ سه فاکتوریال. حاصل این میشه تعداد مسیرهای به طول 4 از آ به بی که از ای و دی میگذرن، از اف نمیگذرن. پس من اینجا تمام حالتهای ممکنه برای تو بررسی کردم. بعدی رو ببینیم. میگه برای محاسبه سریع کل مسیرهای غیر صفر ممکن در گراف کامل کاپی میتوان از روابط زیر استفاده کرد. ببین چی داره نکته میگه.
من اومدم تو مثال قبلی فقط مسیرهای به طول 4 تو گراف کاهف برای بررسی کردم. حالا فرض کن سوال میگفت کل مسیرها رو بین آ و بی حساب کن. آ و بی رو بهت میداد، میگفت یک مسیرهای به طول 1، بعد مسیر به طول 2، بعد مسیر به طول 3، 4، 5 و 6، چون کاهف بزرگترین 6ه. دونه دونه بعد هی میکشیدی، مبدا مقصد میذاشتی، انتخاب میگه هی با هم جمع میکرد. یه فرمول خیلی ساده داریم. اگر در گراف کامل کاپی تو خواستی کل مسیرها رو به دست بیاری، تو گراف کامل کاپی خواستی کل مسیرها بین دو رأس آ و بی رو به دست بیاری، میتونی از این رابطه استفاده کنی. پی منهای 2 فاکتوریل ضرب در ای براکتش. ای هم عدد نپره. عدد نپر توی لگاریتم خوندی. لگاریتمی که مبناش عدد نپر باشه بهش میگن ln. توی حسابان خوندی، مطمئنم باش آشنا هستی. ای تقریبا 2.72 در نظرش میگیریم. ای مثل عدد پی که 3.14 میگیریم، عدد ای هم تقریبا میگیریم 2.72. براکت اینو که حساب کنیم، تعداد کل مسیرهای غیر صفر بین دو رأس مشخص آ و بی به دست میاد. یعنی مسیر به طول 1، مسیر به طول 2، مسیر به طول 3. حالا اگه من توی سوال بگم کل مسیرها در گراف کاپی رو حساب کن، تو پی ام ان های 2 فاکتوریل ضرب در ای براکتش حساب میکنی، یه 2 از پی هم میذاری پشتش، به علاوه یه پی هم میکنی. چرا؟ اون دو اسپیه به خاطر چی بود پشتش اضافه کردیم؟ اگر مبدا مقصد رو بهت نده خود باید انتخاب کنی. دیدی که تو یه دون از اون قسمت ب سوالی که الان با هم دیگه حل کردیم مبدا مقصد رو نده بود، خودمون یه دو اسپی اولش نوشتیم. حالا دو اسپی رو که می نویسی، تعداد کل مسیر هم که میشه پی منهای 2 فاکتوریل ضرب در ای براکتش، حالا یه دونه به علاوه پی هم میکنمش اینجا. پی یعنی تعداد کل مسیرهای به طول صفر. ولی اینجا من اومدم چی بهت گفتم؟ مسیرهای غیر صفر. یعنی دیگه با اون کاری نداریم. اینجا نگاه کن، مثلا تعداد کل مسیرهای غیر صفر بین دو رأس متمایز یو و وی در کاپی میشه پی من های 2 فاکتور ضرب در ای براکتش ای هم 2.72. حالا اگه یو وی رو بهت ندم، بگم تعداد کل مسیر غیر در کاپی، نگم بین کدوم دو تا رأس، بگم تعداد کل مسیر غیر صفر رو بهم بگو، یه 2 از پی تو این ضرب میشه، میشه 2 از پی در پی من های 2 فاکتوریل در ای هم که 2.72. بریم ما مثال حل کنیم. تعداد کل مسیرها بین دو رأس آ و بی را در گراف زیر بیابه. خب یه نگاه به گراف بندازیم. میگه چند تا مسیر توی این گرافی که داریم میبینیم از آ به بی وجود داره. قبل از اینکه بخوام شروع کنم در مورد تعداد مسیرها صحبت کنم، میگم وقتی من از آ به بی بخوام بیام، اول بعد از آ بیام به ای و از ای برم به بی. یعنی چی؟ تو اول تعداد کل مسیرها توی گراف سمت چپو، یعنی توی قسمت سمت چپ گرافمو از آ به ای حساب میکنم، چون گفتم و ضرب میکنم به توی تعداد کل مسیر رو از ای تا بی. اما اینجا که دارم میبینم، اگه این طرفشو نگاه کنی یه گراف کا 5 میبینی، این منو نگاه کنی یه گراف کا 4 میبینی. شما یه چند تا راه داری تعداد مسیر رو از آ به ای رو حساب کنی. بیای خود دونه دونه مسیر به طول 1 مسیر به طول 1 بکشی، مسیر به طول 1 میشه، مسیر به طول 2 یه مسیر به طول 2 بکشی، یه ایسکا بذاری وسط آ و بی رو بذاری، یه علامت سوال بذاری و عینم مسیر به طول 4 که بهت یاد دادم همونجوری بری حساب کنی. یا اینکه نه، از این فرمولی که الان بهت گفتم تعداد کل مسیرها تو گرافهای کاپی میشه پی ام ان های 2 فاکتوریال ضرب در عدد نپر براکتش، اگه بین دو تا رأس مشخص باشه، یعنی بین آ و بی. پس من اول اینو بنویسم، وقتی کل مسیرهای ممکن از آ به بی رو میخوام، اول از آ به ای رو حساب میکنم، ضرب در ای تا بی میکنم. حالا تعداد آ تا ای چی میشه؟ یه دونه کا 5 اینجا دارم میبینم، چون گراف کامله تعداد کل مسیرها، یعنی مسیر به طول 1، مسیر به طول 2، مسیر به طول 3، مسیر به طول 4، چون کا 5 بزرگتر جا جمعشون همش میشه 5 منهای 2 فاکتوریال ضرب در ای. این چون کا 4 میشه 4 منهای 2 فاکتوریال ضرب در ای. حالا 3 فاکتوریال میشه 6 در این که 2.72، این هم میشه 2 ضرب در 2.72. اینو تو هم ضرب کنیم میشه 16 خورده براکت 16، اینو تو این ضرب کنیم میشه 5 خورده براکت 5، تو هم ضرب کنیم جواب میشه 80. یعنی تو از آ تا بی 80 تا مسیر مختلف خواهی داشت. پس یه بار با هم جمع بندی کنیم مسیرها رو. توی مسیرها از یه جا شروع میکنیم به یه جای دیگه میرسیم. اگر گراف تو کامل نباشه، یا شکلشو بهت میده سر جلسه کنکور، یا درجه ها رو میده شکلشو خودت میکشی، بعد از روی شکل میشینی میشماری مثلا بین آ و بی چند تا مسیر وجود داره. ولی اگه گرافت کامل بود، مثلا کا 10 بود، گفت چند تا مسیر به طول 6 داری، یه مسیر به طول 6 میکشی،
بعد میگه تو مسیر 6 تا یاله دیگه، یه مبدا داریم یه مقصد، 5 تا ایستگاه میشه. میای انتخاب میکنی تعداد ایستگاهی که میخوای از ایستگاهایی که کلا داری، اون رأسایی که اون بالاست، ضرب در جایگشت ایستگاه با شرایط مختلفشو حل کردیم. اما اگه توی سوالی گفت کل مسیر توی مثلا کاشیش رو حساب کنی، کل مسیر تو کاشیش برای اینکه حساب بشه میتونی بگی 6 منهای 2 فاکتوریل ضرب در عدد نپر براکتش، زمانی که دو تا رأس مبدا و مقصد مشخص باشه همین، اگه مبدا و مقصد مشخص نباشه یه 2 از 6 هم توی ضرب میشه. اینا مسیرهای غیر صفر رو بتونید.